در پی تشکیل همایش سران اقتصادی و سیاسی جهان در داووس سوئیس سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده بیانیه‌ای صادر کرد در این بیانیه که نسخه از آن به دست شیعه ویوز رسیده آمده است سران کشورهای بزرگ اقتصادی و رؤسای کمپانیهای بزرگ جهان در حالی در همایش سالیانه داووس شرکت می‌کنند. که فروپاشی و پیامدهای مخاطره آمیز اوضاع اقتصادی فراگیر شده و از سوی دیگر در پی بروز نابسامانی ها و عدم ثبات سیاسی چالش های بزرگ انسانی شماری از کشورها را در بر گرفته است مسلمان آزاده افزود شرکت کنندگان در همایش داووس به خطرهایی که تمام جامعه بشری را تهدید می کند به خوبی آگاه هستند لذا بررسی وضعیت مورد نظر و بازنگری در ماهیت و کارگرد مقرراتی که از این همایش به دست می ضروری است. شما باید راه کارهایی در پیش بگیرید که از وخامت بیشتر اوضاع در کشورهای جامعه جهانی به ویژه کشورهای فقیر که مردمانش از تزلزل و بی ثباتی اوضاع معیشتی در رنج هستند جلوگیری شود. سازمان جهانی نفع خشونت افزود حوادث و فجایع زیادی بر کشورهایی که با بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درگیر هستند وارد آمده و از آغاز این دهه میلادی دامنه آن رو به گسترش بوده و این در حالی است که سیاست کشورهای قدرتمند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به این مشکلات و وضعیت نابسامان دامن زده است. این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود ادامه داد بر اثر پدیده گرم شدن زمین اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه یافته متزلزل شده و آلاینده های سنگین و فوق سنگین اثری منفی بر محیط زیست داشته که خشک شدن بسیاری از زمین های کشاورزی و در نتیجه مهاجرت بسیاری از مردم به دلیل گرسنگی، محرومیت و بیکاری در پی داشته است. مسلمان آزاده در ادامه با اشاره به منفعت طلبی های قدرت های بزرگ جهان افزود این وضعیت نتیجه بدتر شدن سیاست های اقتصادی کشورهای توسعه یافته و عملکرد بانک بین است بانکی که با هدف نجات ملت ها و توسعه آنها کار خود را آغاز کرد اما به وسیله‌ای برای وارد آوردن فشارهای سیاسی و دخالت در امور داخلی کشورها و در اختیار گرفتن سرنوشت آنان بدل شد این بیانیه شرکت کنندگان در همایش داووس را مجددا خطاب قرار داد و گفت بدانید که پدیده ی تروریسم فراگیر که ملت‌ها مخصوصا ملت‌های شما را درگیر خود کرده به دلیل محرومیت‌ها و آشوب‌هایی است که دیگر ملت‌ها به ویژه ملت‌های مسلمان را در بر گرفته است چرا که گروه های افراتی برای اندیشه های ویرانگر خود در جوامع فقر زده زمینه مناسب و بستری امن یافتند. سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده در پایان بیانیه خود از شرکت کنندگان در این همایش خواسته است تا مصوبه ها و مقرراتی ارائه دهند تا مسائل ویژه جوامع بشری را پوشش دهند و بتواند گوشه از اشتباهات گذشته را جبران کند.